حالتون چطوره؟ خوبین؟ چه خبره؟ چی کارا میکنین؟ خدا رو صد هزار مرتبه شکر که هممون خوبیم، هممون عالیم و داریم یه سال زنبورداری پربرکت، پر از نعمت و باشه سر میذاریم. بچه ها، خیلی از بچه ها یه سوالایی میپرسن که میگن آقا شما مثلا میایین تو زنبورستان چی کار میکنین؟ مثلا در روز عادی ما امروز میخوایم یه روز عادی رو در زنبورستان باشیم، ببینیم مثلا چیکار باید بکنیم. امروز بعد از یک هفته بارون هوا خوب نبود، میخوایم بعد از یک هفته زنبورا رو نگاه کنیم ببینیم چیکار میکنیم. همیشه بچه‌ها موقعی که میخوایم زنبورداری کنین، مثلا یه 10 تا 12 تا موم حتما با خودتون باشه میایین تو زنبورستان. میشه 10 تا 12 تا موم باشه، بریم ببینیم چه خبره، چیکار میکنیم، اصلا ببینیم چه حرکتایی باید انجام بدیم بعد از اینکه زنبورستان رو چک کردیم. خب بریم ببینیم، همین اولی‌ها رو باز می‌کنیم، بقیه هم براتون ویدیو می‌گیریم. نگاه کنیم بچه‌ها، بعد از اینکه یک هفته ما اومدیم سر زنبور، می‌بینیم می‌بینیم که ببینیم مثلا چجوریه، چجوری نیستن. این مثلا بعد از یک هفته اومدن سر زنبوره، این مومی که براش من گذاشتم و بافته، من میام فقط با پیام میایم نگاه میکنیم ببینیم مثلا این مومایی که میزنن بافته یا نه، یا مثلا تو شد ریخته، تخم ریخته. همین که تخم ریوزو مثلا میبینم، این قاب آخره. مثلا دو تا قاب براش گذاشتم قبل از بارندگی که فضا داشته باشه. مثلا این دو طبق بزرگه روی یک، یعنی یه طبق روی یک کندوه بزرگ. مثلا من نگاه میکنم، میایم نگاه میکنیم این چه خبره. مثلا اینجا رو مثلا بافتن، مثلا تو این تخم شفیره پره، اینجا رو یه تیکه پاره کردن، نمیدونم چرا. میذاریم رو همینا. مثلا اینجا تو اینا پر تخم شفیره سفیده، زیاد نمیشه معلوم بشه. همین که به تخم شفیره میرسم نگاه میکنم میبینم هستش، دیگه بیخیال میشم، میگم که خب هستش دیگه، دیگه تخم شفیره یعنی که سالمه، تخم روزم داره. همینجا درش میبندم، تمام، داره شهدم میاد، احتیاج نره نه شربت بدیم نه هیچ، اما میبندیم و میریم برای بعدی ها رو نگاه میکنیم. اگه موم بخواد هم بهش موم میدیم دیگه، اگه موم نخواد که بهش موم نمیدیم. همین برعکس ببینیم، از پس دار هم ببینیم بقیه دیگه بچه ها. آره میدونن دیگه، آره ما اینا رو یکی یکی میریم جلو، میبینیم کدوم موم بخواد کدوم موم نخواد. کارمون همینه تو زنبورستان. بیا اولی ها رو نگاه میکنیم، ببینیم موم میخواد یا نه. مثلا این پره دیگه. مثلا مومایی که براش گذاشتیم هم نگاه میکنیم چه خبره، چیکار کرده چیکار نکرده. فکر نکنیم ما کاری خاصی انجام میدیم اینا. مثلا این نگاه کنیم، این الان موم میخواد، بگو چرا. خاطر که این زیر آویزون شدن، اضافه بر سازمان اینجا آویزون شدن. این قاب آخر هم پر کرده، یه نگاه به قاب آخر میندازم. قاب آخر هم پر تخم شفیر است. اول باید از وجود ملکه مطمئن بشیم. نیا میکنم آه تخم روز داره. همین که تخم روز داره بچه ها، یعنی این که تمام کار ما روی زنبور تمام، دیگه نمیخواد بریم داخل ببینیم چه خبره، همش رو باز کنیم. حالا من یکی دیگه هم بشه نشون میدم، این قابی که تازه بوده. بچه ها من همیشه میگم برگی مون بذاریم برای اینا، نگاه کنیم چه سفید و خوشگل بافتن. ولی بچه ها بیا یه چیزی بهتون بگم، نگاه میکنیم این مثلا ملکهش تنظیم تخم نریخته، این ملکه با تعویض بشه. چرا میگم با تعویض بشه؟ به خاطر که تنظیم تخم نمیریزه، خونه های خالی داره توش. یکی دیگر هم نگاه کنم، شاید فقط این چون تازه هستش این شکلیه، شاید دارن در بقیه رو میبندن، در یعنی شفیره بکننش لاروارو. این هم نگاه کنم دوست من، نزنی منو دود بزن. یعنی این هم تخبه مثلا سربستی منظمی نداره. من میترسم مثلا ملکش همخون شده باشه یا ملکه خوبی نداشته باشه، ولی پیشرفتش خوبه خدا رو شکر، پیشرفت عالی. اینجا داره فنجونک میزنه، پیشرفت عالی. با همین کافیه دیگه، شما همین وجود ملکه مطمئن بشین تمومه، میریم بعدی. اگه میخواین شربت بدین که شربت میزن، اگه نه که هیچ.
یه الان موم میخواد، من بهش یه دونه برگ موم میدم. نگاه کنین یه برگ موم میارم، یه برگمون بهش میدم چون که احتیاج داره به بافتر. البته این باید طبق بذاریم دیگه روش. اونو بردارم، اونو بردارم، باید کم کم بریم برای طبق. اینا رو اگه بچه های تو زمستون یادشون باشه، اینا کندوهایی که بودن که دو قاب جمعیت داشتن، سه قاب جمعیت داشتن، الان نسته میده اینو با پوشا بزنیم. آره دیگه این هم هست، یه دونه قوام براش میذاریم تمام درشت میبین. این کار روزانه ما. حالا میخوایی بریم یه دونه از اون قویه ها رو هم بهتون نشون بدم که چی کار میکنیم. مثلا این قویه، مثلا این قویه. نیا کنیم بچه ها، این رفتار زنبور، این رفتار زنبور نیا کنیم. بیاین جلو، روی قوام نشستن هیچ کاری نمی کنن. این رفتار 99% به خاطر بچه دهیه، 99% نه 1%، نه 2%، نه 50%، این 99% به خاطر رفتار بچه دهی. امکان داره میخواد بچه بده، چون چند روز قبلی بوده بیکار شده، امکان بچه دهی داره. بریم پایینش رو چک کنیم ببینیم چه خبره. ازش یه بچه مصنوعی هم گرفتم، ویدیوشو جدید سری میذاریم احتمالاً قبل از این ویدیو ویدیوشو گذاشته باشیم. این الان این بچه چی کار داره میکنه؟ اینقدر بیکارن، قطعا داره یه کارایی میکنه. بچه ها بیاین یه لحظه، بیا جلو، بیا جلو. اینا رو میبینین سفید کردن؟ اینا همه عسل ها سفید کرده. ما عسل یه دونه فشار میدیم، یه دونه اینوری فشار میدیم، میندازیم زیرش، میکشیمش بالا، اونا میندازیم زیرش، میکشیم بالا، ببینیم چه خبر. انشالله که شاخون نزده باشه، فعلا که خبری نیست. این تو اینا هم عسل زدن، به دود بزنم. به دود بزنم اینو بذارم اینجا تو طبق. بده به دیواره میبینیم بقیه در شالم. ماش بعید میدونم واسه شاخون زده باشه، ولی زده بچه ها. من الان دارم شاخون رو میبینم تو اونیکیه، به زودی این بچه میده و من میگم که این چرا کار نمی کنه. این هم از شاخوناش داره آماده میشه، داره بچه دهی. فکر میکنم فنجونک، حالا شاخون نیست، اون دوتا شاخونه، این فنجونک احتمال داره. باید بقیه هم نگاه کنیم، خیلی بیکاره، خطرناک بیکاره. از این هم نگاه کنم بچه ها، این رو نگاه کنم. تهدیگ، تهدیگ کامل تخم و شفیره. دیگه از این بهتر مگه داریم؟ از این ملکه میخوایم تولید کنیم ها. به زودی از این ملکه تولید میکنیم، شاید بچه بگیریم ازش ملکه تولید کنیم و ملکه ها رو بخوایم بفروشیم. ولی البته بعید میدونم بفروشیم، برای خودمون تکثیرش کنیم، چون نژادش بی نظیر خوبه، بی نظیر خوبه. نگاه کنید، جای سوزن انداختن نیست. انقدر که شفیر و لارو داره جای سوزن انداختن نیست. من یکی دیگر هم بردارم ببینم، سب که یه دود بزنم. آخری هم نگاه کنم، عسل، عسل عجیب غریب. این عسله،
شبیه شاخونن، خیلی خطرناک شبیه شاخونن فنجونک ها. این عسل به زودی این عسل ها آماده برداشت میشه، این عسل بهار نارنجه. بریم برای اینا. دیدیم اینم، دیدیم اینم، دیدیم بچه اینم، دیدیم. ترسیده بودم بچه بده، ولی مثل این که شاخونهاش زیادن، شاخونهای با رمقی نیستن. تخم باز شدن، تخم روز به وفور جا نداره. اینم از این برش پر لارو شفیره. دیگه بچه ها لارو شفیره رو میشناسن، من دیگه تو ویدیوها بهشون نشون نمیدم، چون ویدیوی کامل لارو شفیره رو گذاشتیم و درست کردیم و احتیاجی نداره دیگه بچه ها من بهشون نشون بدم لارو شفیره چیه، دیگه میدونن خودشون و اطلاع کامل رو دارن از این موضوع. باید در این یک دیگه دارم نگاه میکنم، دیگه همه رو نگاه میکنم. این پایین ها خیلی مشکوک به شاخونن، خیلی بعید میدونم شاخون بزنه، ولی خیلی بیکاره. فنجونک های سفید شاخونن، احتمال داره فنجونک های سفید شاخون باشن. اگه دو روز دیگه بخواد همینجوری هوا بذاره، هوای بارونی، امکان داره شاخون رو شروع کنه. حالا از این راحت به راحتی میشه از این بچه مسئولیت گرفت. بچه هایی که میخوان تکثیر کنن کندوشون، اگه اینجوریه به راحتی میتونن یه بچه مسئولیت بگیرن، تکثیر شروع کنن. لارو شفیره یه بار این از توش به دنیا آمدن، این دومین باره. اینم ملکش، یا کنین ملکه از اون دفعات پیش که بدون شدن کوچیکتر، چون که میخواد بچه بده ملکه رو کمتر غذا میدن، برای همین میتونین توی شیه نشون بدین ملکه رو کمتر غذا میدن که سبک بشه که بتونن پرواز کنن باهاش، یعنی خودش بتونه پرواز کنن. برای من یه ذره شک دارم که به بچه دهی اون قابم همه لارو شفیر است انقدر جمعیت زیاده. باید بریم بالاش هم نگاه کنیم، یه دود بزنیم و براش قاب بذاریم شاید ببافه. اینم بذاریم روش، اینم طبق روشه. تو اینا که تخم نیست، اینو نگاه کنم تو اینا، اینم عسله، همه عسله. نگاه کنیم همه عسله، شهد طبیعیه بهار نارنج، عطرش هم عالیه. آره عطر شهد طبیعی، من یه چند تا موم بذارم شاید بیکار نباشن، یه دو تا براش میذارم بین همه، شاید بیکاریشون رو یه ذره کم کنه. من از این یه بچه مصنوعی گرفتم، به زودی میبینین، فکر کنم ویدیوشو گذاشتیم، میبینین چطوره. خیلی مخلصیم. اینم از کار روزانه زنبورداری، دیگه کار خاصی نیست. اینا رو مثلا هر 3-4 روز یه بار چک میکنیم، اگه خیلی قوی باشن زیاد نمیخواد چک کنیم، فقط بیکار شدن، کار نکردن، موم نبافتن باید شما چک کنیم، یعنی کار خاصی نمیخواد انجام بدیم. خیلی مخلصیم، دوستتون داریم.